الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله واشهد أن محمدا عبده ورسوله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيننده های عزيز شما را باز هم در برنامه اسلام و جامعه خوش آمدید درس میکنم امیدوار هستم که روزتان تا این دم بخیر و عافیت سپری شده باشه و امروز در مورد موضوع خیلی جالب صحبت می‌داشیم موضوع ازدواج از نظر جامعه شناسی همچنان پیامدهای ازدواج اینکه تفاوت‌های شخصی که ازدواج کرده با شخصی که ازدواج نکرده چی تفاوت‌هایی داره جناب استاد نویسنده و همچنان پژوهشگر مسائل اسلامی با ما هستن رحمت الله غمی با ما هستن در مورد موضوعی که یادآور شدیم صحبت تمی داشته باشیم اما در نخست سلام علیکم استاد خوش آمدید سلام عصر بخیر به شما و بینندگان شبکه جانی تلویزیون زن سلامت باشیم استاد خب قبل از اینکه بریم مسائلات خود آغاز کنم خوب است که بیننده های عزیز شما هم میتونید در برنامه تماس داشته باشین و شماره تماس 0779-127-127 تماس بگیرید و سوالات را که دارین با ما در میان بگذارین خب استاد بیایم مقدمتا در مورد خود ازدواج شروع کنیم که از نظر جامعه شناسی به عنوان یک مقدمه خود ازدواج چگونه تعریف میکنن ببینین بیایم سر مقدمه یا فلسفیشون بیایم ایجاد یا تشکیل جامعه بر اثر روابط اجتماعی به وجود آمدن که این روابط اجتماعی از اخلاق ها، تمایل ها و خلاقیت هایی که در کل در بین که ما به نام روش اجتماعی میگیم که در جامعه موجود هستن به وجود آمدن که در بین او یکی از مهمترین روابطی که بقای سبب بقای جامعه یا تشکیلی که جامعه تشکیل شده و بقایتشان توسط این رابطه که بسیار یک رابطه مهم هستند با وجود آمدن که ما این را به نام چی میگیم ازدواج ازدواج از دید جامعه شناسی یا علمی جامعه شناسی ازدواج تمایل یا وعده دو طرف جنس مخالف زن و مرد برای بقای یا ماندن دو طرف برای ابد که این تفاهم در بینشان میشن که در برگرینده اونمو بر اثر تمایلات و خوشواری که بین دو جنس مخالف بودن به وجود آمدن و بالاخره با مقطع زمانی که طی مراحل میکنن شناخت در دو طرف هستن و مرحله سوم قانونیت هستن که باز میره به شکل قانونی در محکمه که تحریرا قانونا و در جامعه اعلان میشن او را مرحله سوم است و ایجاد پامیل هستن این یک تعریف مشخص در مورد چی هستن ازدواج هستن استاد در مورد فلسفه که یادآور شدین تا جایی چه خوب است که بیایم در مورد تفاوت ها بین شخصی که متزوج است با شخصی که مجرد است اونا در جامعه از نظر جامعه شناسی چقدر تفاوت های می داشته باشن ظاهرا ببینین ما انسان بعضی مسئولیت های شخصی هستند طوری مسئولیت مسئولیت‌هایی هستند که شخص دوم یا کسی که در جامعه هستند نمیتونن کورا درک کنن که در او یکی از شخص مسئولیت شخصی شون که هستن رابطه غریزی جنسی هستن و محبت و بعضی موضوعات دیگه هستن که ایره در برگرینده رای حل از که یک انسان چی مرد است چی زن هستن که ضرورت دارن ازدواج هستن که باید زن طبقه چوار کنن و مرد طبقه زن بگیرن ما وجدانن بعضی مسئولیت های درونی در نهاد انسان هستند که بعضی وقت این کسایی که نیازمندی درونی انسان هستند که در وجدان جای دارن کسایی که از لحاظ روانشناسی کسایی که ازدواج کردن و ازدواج میکنن امو زجر و امو نیازمندی درونی ما پیشتر براتون گفتیم ربی غریزی جنسی هستن و نیازی به محبت هستن که یک فطرتن جنس مرد نیاز داره که دلخواهشون که جنس مخالف زن هستن که باید داشته باشن امون نیازمندی که دارن که از او کسب کنن ضرورتشون رب میشه و کسایی که مجرد هستن تنوز امو درد و امون نیازمندیشون به دست نوردن امو مشکلات
مشکلات روانی بگویم یا مشکلات نفسانی بگویم تمرز دارن، این تفاوتشان هستن. و کسایی که ازدواج کردن باز از دیگر لحاظ مسئولیت های در جامعه و زیادتر دارن، مثال در تشکیل فامیل اولاد زایی و ایجاد و وصولت های و برای نیازمندی و تلاش زیاد دارن نسبت به کسایی که مجرد هستن. مجرد اوقت هست چی ندارن و تخیلات دنیای مجرد یک قسم است و کسایی که متعلق میشن تخیلات دنیا و مغزیشون دیگر رقم میشن و مسئولیت های کسی که متعلق میشن باز زیادتر میشن. آها دقیقا. بیننده های عزیز شما هم میتونید تماس داشته باشین به شماره تماس 0779-127-127. برگشتیم از عزیزان و امیدوار هستم که تا این دم برنامه مورد پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه و باز هم تکرار میکنم شما هم میتونید در برنامه تماس داشته باشین به شماره تماس 0779-127-127 و سوالات انتقادات پیشنهاد هر چیزی که دارین میتونید با ما شریک بسازین. خب موضوع ما موضوع ازدواج بود و روی همین موضوع صحبت خود ادامه میدیم. استاد چه خوب است که از نظر جامعه شناسی مثلا یک شخصی که میخواد ازدواج کنه کدام نکات باید در طرف مقابل مد نظر بگیره؟ ببینین از لحاظ جامعه شناسی نخستین رکن یا نخستین نکته مهمی که هستن شناخت هر دو طرف هستن، چی به شکل سالم و به شکل قانونی باید چیزی که نیاز هستن باید بی‌طرفانه به رضایت از لحاظ شخصیت، از لحاظ تحصیلی، از لحاظ اقتصادی باید به شکل یا مقطع زمان سالمی که ضرورت هستن شاید صلح بگیرن، شاید کمتون زیاد خامی تای مراحل باید به شکل سالم یا بررسی کنن و رابطه داشته باشن. و دوم شناخت دیگه که هستن هر دو طرف خواص خوی به شکل کلی مطالعه هر دو طرف جان مقابل چی نقطه نواقصشان هستن، چی خوبی هایشان، چی بدی هایشان، همین نقطه یا کلشان بررسی میشه. نقطه ایده ای که مهم هستن رضایت هر دو طرف هستن که داشته باشه. ما فکر میکنم از لحاظ جامعه شناسی اگر این رابطه ای که یا مستحکم میکنن این نقاطی را به شکل دقت با سلسله سالم و مکمل اگر ای را یا پیش ببرن ما فکر میکنم که یک ازدواج سالم هستن و در آینده میتونن که مشکلات خاص رو برو میشه روزمره ما میبینیم در جامعه هر انسان وقتی خلق میشن ذاتن ما با کنش ها و کنش های جامعه رو برو میشیم هستیم. خب باز هم این نقاطی که ما اشاره کردیم اگر داشته باشد میتونن که یک فامیل سالم رو داینده ایجاد کنن و یه نقش بسیار مهمی در تشکیل جامعه هستن. خب استاد در مورد ای گفتین که باید رضایت داشته باشن، امروز ازدواج هایی که صورت میگیره اکثرا در افغانستان مثلا دختر اصلا اطلاع نمیداشته باشه مورد پدر جرح دیر یک نفر در میاره، در این مورد ببینین ما اول باید بگویم آن این رابطه ازدواج که در یک جامعه سالم در جهانی که ما میبینیم افغانستان متاسف به شکل کلی از حقوق مستحق نیستن، چون اینجا بعض افغانستان یک کشور اسلامی استن، اسلام قیدات خاص خود دارن یک که تعیین ساختن و دوم اروپای دیرینی کشور ماستن که زن طبقه باید اون حقوقی که دارن که مثال طرف مقابل که یک مرد یک زن باید که در یک جامعه سالم که باید عاشق یک دیگر باشه تمایلات دارن و نیازمندی دارن
وزراتی که یو دارن زن طبقه برای در جامعه افغانستان اگر یک کار داشته باشه یا کنن برای طبقه مردا یک نوع پیغور یک نوع کار زشت هستن از این رو ما از این مستحق نیستیم زنها بر اساس که اونم حقوق فعلی که کم و توم داریم در جامعه هست امروز ما در جامعه که میبینی یک سلسله تغییرات آمدن خب ولی باز هم بر اساس رسانه ها بر اساس تغییر قوانین یک سلسله تغییرات آمدن خب ولی به شکل کلی نیستن زن ها برای حفظ خود تا جلوگیری از خشونت هم حقوق خود در جامعه دارن ولی بر اساس که اونم جگرخونی برشان ایجاد شوه چیز نمیگن ساکت ماندن خب پس چگونه میتونیم یک خانواده سالم مثلا تشکیل بدیم در حالی که خود دختر رضایت نداشته باشه و حق از طرف پدرش باشه ببینین ما پیشتر برتون اشاره کردیم اگر ما بخوایم که در جامعه یک ازدواج یا یک رابطه سالم ایجاد شون هر پدر مادر ما یعنی بتقاضایم هستن چی طبقه مرد است چی زن هستن و چی پدرها در این سهم زیاد دارن و کلان های جامعه هیچ وقت امون حقوقی که مرد برای مرد تعیین شدن و در نه تنها به این که مثال ما چی داریم خانم ها به این مشکلات دچار هستند در بعضی حالات ما که ببینیم در بعضی حالات مرد طبقه همچنان این مشکل داره یعنی با حقوق خود نیستن که یا بعض وقت اگر بگوین که مثلا ما به امرای پلانی دختر ازدواج میکنیم با مورب های پومیلی که در خام قبیلهشان بودن اجازه نمیتن که این چیز ازدواج بر زایت خود داشته باشه خب ما مهمترین خودشی هستن که با پومیلای محترم چی طبقه خانوما که هستن و مردا خب مشکلات کمتون خب ولی خانوما بون نشان که بر رضایت خود از اون حقوقی خودی که نیاز و ضرورت دارن و اون حقوقی که در جامعه برشان هستن بون که بر رضایت خود تا انتخاب زندگی امیتامینی رو بتا به شکل سالم داشته باشن تا در آینده دچار مشکلات و خشونت خواه کشمکش ها نباشن و یک پامیل سالم ایجاد بسازن استاد بر رضایت خود زمان که یک دختر خودش بخواه مثلا یک فرد را انتخاب کنه خب طبیعی است که در جامعه که ما زندگی میکنیم بالخصوص در کابل اگر چینه اما کابل باز هم خوب است بیایم در ولایت تر بزنیم که اصلا اجازه ای نمیده که یک دختر خودش حق انتخاب که اصلا نداره وقتی طرف دیدم به طرف یک بچه که بگویم فلانی رو به تو میگیرم حق نمیتونه باش که بچه حتی یک بار از نزدیکم ببینه پس چگونه در این جامعه میتونه می عرف را که مثلا حتی شریعت که اجازه میده که مثلا زمانی که یک بچه خواستگاری میه میتونه همدیگرشان ببینن البته به مدت وقت شم تعیین شده اما در این عرف که وجود داره مثلا در خصوص در سمت جنوب ما کسان اجازه نداره دختر ببینه طرف مقابل که کی است با چه کسی ازدواج میکنه با چه کسی یک عمر باید زندگی کنه چگونه میتونه این عرف به نظر شما یا دور کنه و یا هم اگر دور نمیشه کاهش پیدا کنه ببینین در اینجا چند مشکل اساسی هستند یک که ما برات گفتم قیدات اسلامی دارین خب ولی به شکل درستی به شکل قانونی او را ما درک نمیتونیم از ترجمه تفسیر غلط یک مشکلات زیادی به بار آورده و دوم عرف های دیرینه کشور ما هستند عرف های دیرینه کشور ما من برات میگم یک ویروس در جامعه ماندن که هم خوبی ها دارن به شکلی که در بدن وجود انسان هم باکتری های مثبت هستن و هم باکتری های مضر هستن این هم دو طرف دارن در بعضی حالات خوبی ها هم دارن و در بعضی حالات باز این بدی ها را به نسل ها نسل ها انتقال میتن خوب ولی خوبتر این هستن ما با اول در نخستین به پدر و مادر و قشر کلان دوم برای نسل جوان چی زن باشه چی مرد ما اول به کلان و پیام هم هستن که بازم تکرار میکنم که خانوما باید
امیکاسای نسل نو که هستن برای اجازه بتن اونم حقوقی که در جامعه هستن امو حقوقی در جامعه برشون تعیین شدن باید اونم حقوق استفاده کنن و بون ایر یک سهولت ایجاد کنن تا یا بتونن که یک جامعه سالم ایجاد کنن و دوم بر جوان ها این می پیام هستن که شما این حق شما هستن درست است شما مشکلات دارین ولی با این مشکلات بجنگین میتونن یک سلسله روی حل ها برشون ایجاد شون تا این می بدبختی هایی که در جامعه در این مورد موجود هستن یک ذره کمایی در وجود بیاید و روی پیشرفت برشون باز شود این نقاط مهم هستن و سوم در این دولت هم باید در بخش قوه اجرایه و بخش رسانه ها همچنان میتونه که در این بخش یک سلسله سهم داشته باشن این نقاط مهم هستن میتونن که در این مورد اگر ما آمد نظر بگیریم یک نوع سهولت و یک نوع کمایی در مقابل مشکلات وجود بیاید نه استاد به عنوان آخرین پرسش پیامتان را میخوایم بشنویم و در جوانانی که مثلا میخوای همسر خودشان انتخاب کنن و جرات نداره و فامیل هر آن کس را که برشان گرفت به یک شیوه مجبور است قبول کنن پیام ما به جوانان کسایی که تانوز مجرد هستن و میخواین که ازدواج کنن چی طبقی اونوس است چی طبقی ذکر هستن هیچ وقت درست است کلانای ما هستن در جمع پدر مادر هستن اما اصولی که به شکل قانونی ما بر معرفت به دیگه پامیل روان میکنیم خواستگاری میکنن ایره ما قبول داریم ایره بقبولانین و به هیچ وجه شما انتخاب دیگه کس نداشته باشین و هیچ وجه انتخاب دیگه کس نشوین برازایت بدون جبر اکرا با شناخت هر دو طرف با سله انتخاب سالم داشته باشین انشالله در جامعه در آینده یک فامیل سالمی داشته باشین و یک نقش یا رول بسیار مهمی در ساختار جامعه هستن آها دقیقاً خیلی سپاس استاد از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین تشریف آوردین تشکر از من چنان تشکر از تلویزیون زن که برای ما وقت دادن آها سلام باشین خب بیننده های صحبت خیلی جالب بود و امیدوار هستم که شما هم استفاده کرده باشین بالخصوص جوانان عزیز که امروز بیننده برنامه اسناب و جامعه بودن و موضوعی است که ما خود ما باید در انتخاب همسر خود خیلی توجه کنیم چرا که انتخاب همسر گپ یک روز دو روز نیست چرا که ما باید یک عمر با شخصی که انتخاب میکنیم قرار از زندگی داشته باشیم نه تنها در این دنیا البته در دنیای دیگه هم و چه خوب است که تحقیق و تحقیق بیشتر کنیم در مورد شخصی که خواستگرمیه ببینیم که چه قسم خوی خصلت داره و بالخصوص از نظر شرعی و از نظر اسلام باید همکف انسان باشه زمانی که ما همسان باشیم با همدیگه از نظر سویه خانوادگی سویه علمی و سویه تحصیلی مطمئن هستم که هیچ وقت در زندگی کشمکش و همچنان جنگ و بالخصوص منازعات پیش نمیشه و تا برنامه بعدی که انشاءالله فردا هست خدمت شما عزیزان قرار میگیرم همه شما رو به خداوند لایعظم میسپارم ایام به کامتان باد